خب مشخصه که اسرائیل سطح تنش‌ها رو در تنش‌هایی که متوجه خاک اسرائیل هست در سوریه بسیار بالا می‌بینه، تا حدی که در روزهای اخیر می‌بینیم مرتب داره اهداف متعددی رو در سرتاسر سوریه بمباران می‌کنه، به ویژه البته در غرب سوریه و منطقه مرکزی. بمباران‌ها بیشتر متوجه هست به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی. به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی تلاش بسیار زیادی داره می‌کنه در پایگاه‌هایی که حضور نظامی داره، از جمله پایگاه تیاس، شهیرات، همین الزهبه که یگانه‌های پهپادی اصطلاحاً یا اوقای بدون سرنشین جمهوری اسلامی اونجا مستقر هستند. حزب الله لبنان هم حضور بسیار پررنگی داره در این پایگاه‌ها و به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن که فعالیت‌های چند جانبه‌ای رو از داخل غزه و از داخل لبنان و سوریه به سمت اسرائیل انجام بدن. بمباران‌های روز شنبه تا حد قابل توجهی جلوی این فعالیت رو گرفته، ولی ما دیدیم که از سمت غزه چند تا از این شهاب‌ها به سمت اسرائیل پرواز داده شده. بعید نیست قرار بوده که این حملات به صورت هماهنگ انجام بگیره تا اسرائیل رو واقعا لبه تنش برسونه، ولی تا حالا تونسته کنترل بکنه سطح تنش اسرائیل و کاملا هم موفق بوده فکر میکنم در بمبارانهایی که دیشب انجام داده در منطقه دمشق، و این باعث حتما باعث نگرانی جمهوری اسلامی خواهد شد و شده تا جایی که صحبت میکنه سخنگوی سپاه در مورد ضربه هایی که در ساعتها و روزهای اخیر به اسرائیل وارد شده، من فکر میکنم بیشتر جنبه خیالی داشته باشه. علی خامنه‌ای داره میگه که اجازه بدین من متن صحبت‌هاش رو بخونم. میگه گفتیم اسرائیل 25 سال دیگر را نمیبیند، خودشان عجله کردن و زودتر میخواهند بروند. برایند نظامی از نگاه شما که کارشناس نظامی هستید در سوریه چی هست و چه چیزی علی خامنه‌ای رو به این نتیجه رسونده که اسرائیل فکر میکنه که به نظر او زودتر خواهد رفت، با توجه به اینکه خودش رهبر کشوری است که در 6 ماه گذشته مردم در خیابان‌ها یک روز هم نبوده که خواهان برکناری او و حکومتش نباشه؟ بله، البته جمهوری اسلامی هنوز سوریه رو تحت قسمت‌هایی از سوریه رو تحت اشغال ایالات متحده میدونه و یکی از اهداف اصلی که برای خودش تعریف کرده اخراج کردن آمریکا از سوریه هم هست و همینطور نیروهایی که تحت حمایت آمریکا هستن مثل نیروهای STF. بنابراین در قسمت شرق فرات برای خودش یک ماموریتی تعریف کرده که هر چقدر که بتونه سعی کنه آمریکا رو از اینجا خارج کنه، از استان حسکه، منطقه تنف. بنابراین هنوز این حضور نظامی برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، از اگر فقط مسئله اسرائیل هم کنار بذاریم. برای اسرائیل خب طبیعتاً هر گونه حضور نظامی ایران در منطقه جمهوری اسلامی در سوریه غیر قابل تصور هست، به خاطر نزدیک بودن سوریه و مرزهای گولان، بلندی گولان. ولی از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی خامنه‌ای می‌بینن که اسرائیل از نظر سیاسی داره دچار مشکلاتی هست و صحبت‌هایی که میشه به خاطر اینکه به هر حال که اسرائیل یک کشور باز هست، همه اختلافات در رسانه‌ها مطرح میشه. شاید این اشتباه محاسبه رو شاید بکنن که الان وضعیت اسرائیل آنقدر شکننده هستش که میتونن با چند فشار، حالا ترجیحاً لزوماً نه نظامی، ولی با فشارهایی که چاشنی نظامی داره میتونن وضعیت اسرائیل رو به بی‌ثباتی بیشتری برسونن. خب طبیعتاً جمهوری اسلامی نمیخواد که یک درگیری مستقیم و بسیار پرهزینه با اسرائیل داشته باشه، میخواد تا جای ممکن این هزینه پایین باشه برای جمهوری اسلامی. اشاره کردی به اعتراضات و اتفاقهای داخلی اسرائیل که بیشتر هم صحبتش مطرح شد. جمهوری اسلامی از این فاصله برای چه اتفاقات نظامی داره استفاده میکنه؟ اگر نیروهای خودش رو اسرائیل داره میکشه، نیروهای وابسته به سپاه پاسداران رو به جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ اقدام متقابلی انجام بده، برای اینکه نگران از واکنش جدی‌تر اسرائیل توی اون بخش غزه، جایی که ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، چی کار داره میکنه؟
جمهوری اسلامی به صنایع نظامی سوریه خیلی داره کمک میکنه، یعنی ساخت انواع موشک ها و تجهیزات نظامی که بشه تا جای ممکن زیر زمین در منطقه مستحکم انجام داد با سوریه همکاری نزدیک داره و قسمت قابل توجهی از خروجی این صنایع مشترک به حزب الله لبنان میره. خب اینجا ارتباطات مالی بسیار زیادی هم هست و فساد مالی بسیار زیادی که حزب الله همیشه ازش سود میبرده. خب حزب الله وقتی که راکت ها و موشک هایی داشته باشه که از دقت به نسبت خوبی برخوردار باشن، در هر گونه درگیری نظامی با اسرائیل میتونه بسیار برای اسرائیل پرهزینه باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی تلاش کرده در سال اخیر که سیستم پدافند هوایی سوریه رو تقویت بکنه، امکاناتی رو تا بتونه مستقر بکنه در سوریه. نمونهش همین رادار مطلع الفجر بوده که در پایگاه عزوبه مستقر بوده در سال اخیر و تازه الان اسرائیل تصمیم گرفته که این رادار از بین ببره در حمله روز شنبه. پس نشون میده که اسرائیل هم داره به یک مرحله میرسه که دیگه نمیخواد بپذیره که جمهوری اسلامی از یک سطحی از توان نظامی در منطقه برخوردار باشه و میخواد در سوریه برخوردار باشه و این سطح توان نظامی جمهوری اسلامی رو میخواد با فشار هرچه بیشتر کاهش بده تا حدی که دیگه تهدیدی متوجهش نباشه. و خب طبیعتا این رقابت وجود داره و رهبر اسلامی هم داره فکر میکنه که میتونن با فشاری که دارن میارن یک بی‌ثباتی و یک عدم هماهنگی در دولت اسرائیل تشدید بکنن. البته اینجا مسئله ساحل غربی خیلی مهم هست و ما باید خیلی دقت بکنیم به وضعیت ساحل غربی که احتمال داره که جمهوری اسلامی و این نگرانی در اسرائیل هم هست که جمهوری اسلامی فشار بیاره به عناصر خودش در ساحل غربی که اونجا رو هم بی‌ثبات بکنن تا در کنار غزه بتونه وضعیت بسیار بدی برای نیروی امنیتی اسرائیل وجود بیاره. سعی می‌کنم عرض بکنم که درسته که ممکنه سلایق مختلفی در داخل سیاست امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، ولی من فکر کنم از نظر گراند استراتژی اون استراتژی کلان مشخص هست. صحبت‌های فرماندهان سپاه و حتی تا رده‌های پایین اگر با هم مقایسه بکنیم می‌بینیم همشون دارن از ایجاد یک تمدن اسلامی و تلاش برای رسیدن به تمدن اسلامی و برآورده کردن این آرزوی رهبر برای معظم جمهوری اسلامی صحبت میکنن. این مشخصه که در اون داکترین نظامی و سیاسی که جمهوری اسلامی تعریف کرده که البته ما متنش رو هیچ وقت ندیدیم، این مسئله رسیدن به تمدن اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی برای رسیدن به اون یک موضوع کلیدی هست. آقا اینا از روزی که روح الله خامنه‌ای آمد به قدرت رسید در تلاش برای ساخت این تمدن اسلامی و حکومت اسلامی و صدورش به همه جا از 8 سال جنگ ایران و عراق عملاً ثمره مستقیم تلاش های روح الله خامنه‌ای بود در اون زمینه. اگر که اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید. ولی با وجود تمام وضعیت نابسامانی که کشور به وجود اومده برای ایران به خاطر همین نوع سیاست ها، به نظر میرسه که این موضوع دارن خیلی مشخص میکنن و خیلی تئوریزه میکنن، ولی در این تئوری مشکل اینجاست که جایی برای اسرائیل نیست، جایی برای در منطقه، جایی برای ایالات متحده در منطقه نیست. من خیلی کوتاه خواستم عرض کنم که از نظر داخلی ممکنه این تشتت سلیقه وجود داشته باشه، ولی در زمینه سیاست امنیتی و منطقه‌ای این نکته رو باید در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از نیروی قدس به عنوان یک ساختار چتری و کنترل کننده تمام اقدامات سپاه پاسداران و حتی ارتش رو زیر نظر داشته باشه، تحت کنترل داشته باشه و این کنترل رو روی حزب الله و گروه های دیگه هم داشته باشه. البته شاید حزب الله یه مقدار متفاوت باشه با گروه های دیگه، ولی به هر حال این مسئله کم و بیش ادامه داشته تا زمانی که برخی از این گروه ها مثلا در عراق به سود به امکانات اقتصادی دست پیدا کردن، به رانت هایی در داخل عراق دست پیدا کردن که میبینن که شاید واقعا وضعیت نابسامان امنیتی روی سود اقتصادی اونها هم بی تاثیر نباشه. من در زمینه استفاده از این گروه ها برای چه وارد آوردن با روی اسرائیل یا ایالات متحده، من فکر میکنم جمهوری اسلامی تونسته یک سیاست متمرکزی رو پیش ببره. فکر میکرده که زمان به نفعش هست. حالا همون صحبت 25 سال هم میکرده. ما دیدیم که ولی متوجه شدن که زمان به نفعشون نیست. در زمان جنگ ایران عراق هم همینطور بود. و دیدن چه اشتباه مفتزهانهی کردن. در زمان حاضر وقتی که دارن میبینن با
فکر میکنن که وقت کافی دارن در سوریه تجهیزات ذخیره بکنن، نیروها رو آماده بکنن، یک حزب الله دوم در سوریه به وجود بیاره. این هم جزء برنامه‌هاشون بود، براش هزینه کردن، براش برنامه ریزی کردن، ولی به تدریج متوجه شدن که نه، زمان اینطور به نفعشون نیست، به خاطر اینکه این هزینه ها باعث فروپاشی اقتصادی در داخل کشور داره میشه و باعث بالا رفتن نارضایتی در بین مردم ایران میشه و پایه‌های خودشون در داخل به خطر افتاده. و الان به نظر من این میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی سعی بکنه که اقدامات خارجی خودش رو از در جنبه‌هایی بتونه تسریع بده، حالا این ممکنه سو شامل سوریه هم بشه، ولی در جاهای دیگه بتونه با کاستن از تنش و با ایجاد نوعی ائتلاف با کشورهای منطقه‌ای بتونه به نوعی یک مسیرهای اقتصادی و یک در حقیقت شاهرگ‌های اقتصادی برای خودش باز بذاره که بتونه از یک طرف اون ماجراجویی خودش رو تامین مالی بکنه و از طرف دیگه بتونه از جاهای دیگه مقدار خیالش راحت باشه. با دیده جمهوری اسلامی که در منطقه برای نمونه هندو پاسیفیک یکی از سلاح‌های اصلی که آمریکا داره ائتلاف‌هایی که در اونجا داره و با کشورهای منطقه علیه چین، ولی در حالی که چین از نظر نظامی به آمریکا داره میرسه و از جهاتی جلو هم میزنه، در مورد جمهوری اسلامی هم همینطوره، داره فکر می‌کنه که باید به ائتلاف‌های در منطقه برسه، ولی در این حال چون میبینه که زمان به نفعش نیست باید در تسریع به کاراش، و من معتقدم که در زمینه سلاح هسته‌ای هم همینطور خواهد بود.